مهمنا عزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در ابتدا محفل خود را با تلاوت آیات از کلام الله مجید توسط مشعل صاحب آغاز می کنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعيه إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. مراسم امروز ما برای توشیح 4 سند که از مجلسین شورای ملی اخیراً به تصویب رسیده است برگزار شده است. در ابتدا قانون دسترسی و اطلاعات که از مدت به این سو مورد توجه جامعه رسانه‌ای و جامعه مدنی قرار داشته است توشیح می شود و این انتظار بالاخره پایان می یابد. دو دقیقه دیگه برای صحبت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. دسترسی به اطلاعات یکی از حقوق اساسی شهروندی و جزء اساسات فعالیت یک جامعه مدنی است. حکومت وحدت ملی تعهد واضح داشته در برنامه دوران انتخاباتی، هم جناب دکتر عبدالله هم ما و آلی با وحدت کامل با توشی از این قانون امیدوار استیم که جامعه مدنی افغانستان نقش بسیار بنیادی را در شفافیت، در حسابدهی و در حاکمیت قانون با دست به دست با دولت اجرا کنین. زل طول نتاس نغوار مننه وکم چه حالی زلی مکرلی او دی قانون دی آماده کولو دی پاره او بیا دی مجلسینو دی قناعت ور کولو دی پاره تاسی خپل نظریات رو نکرل مر مخصوصا دی طول دولت او حکومت پستازی توب بانده لدوال مجلسینو منه نکوم چه دا دیر مهم قانون ولانده که او نندی مرحلی تو رسیدو چه اقدام خود ازو قانون به رسمی جریده که خپورسی او دقیق پا اساس بانده به مگوتاسی دقیق پا عملی لارو بانده یو بل سر لاس ورکو او یو بل سر بمرستکو منن. حالا قانون ثبت احوال نفوس به توشیح رئیس جمهور اسلامی افغانستان میرسد. جناب دکتر باز من در ختم چون یک بار صحبت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عیسای اساس پلانگذاری یک مملکت تشکیل میده. ما تا حال با وجود کوشش‌های متعدد نتانستیم که ارقام دقیق نفوذ خود داشته باشیم و بدون از این ارقام پلانگذاری، توزیع منابع، رشد متوازن، ارائه خدمات همه به مشکلات اساسی دچار میشه. اما تنها مسئله انکشاف نیست، سهمگیری مردم
در حکومت مخصوصا در انتخابات یک اصل بنیادی است و یک جامعه که روز به روز در این مردم سالاری نهادی نمیشه ضرورت به ارقام دقیق قابل حساب داره تا ما بتانیم واقعا ضرورت خواستای مردم عملی کنیم و اعتبار کامل سر شفافیت داشته باشیم. با توشیح از این قانون ما قدم عمده در این بخش میگذاریم و برای ایجاد تذکره برقی چه در افغانستان در خلکو یو دیر اساسی او بنیادی گوخته نده موگ اقدام کهو دیده پاره چه برقی تذکره عملی سی موگ یو بررسی دی وسنی ظرفیت لاسلاندی نیولی چه پا دقیق توگه پوسو چه امکانات چه مصرفو دیده نتایج با اولسته پا بنیادی توگه دی شفافیت او دی قانون دی حاکمیت زمینه برابره که او پس لدینه انشالله تعالی هر افغان با پده اوتوانیگی چه دی خپل دی تذکری پا خوالو بانده خپل طول اساسی حقوقو دی گوختنه تثبیتو لری او مکپوسو چه دا پا شفافتوگی او برخ اخیستل دی افغانستان پا سیاسی زوان که پیو دیر دو قانون یو بل سر کینگ تلیلی دی او بیم لمدنی طول نه او لطولو سیاسون نه او در افغانستان طولو محترم وگرو علمای کرام نه خاصتا وقتنه کهو چه دی قانون پا عملی کهولو که مرستو که زکه ترچه طول خلق زن تثبیت نکی او ده هویت پانه پلاس کیونه لری نور مشکلات رازی او ده ده قانون پپلی کول سره پاسپورت بم انشالله ساده سی ده موتروانی لیسنس بم ساده سی اما لطول نه امده تر تذکره او رای وقت کول چه ده اساسی حقوق دی او انشالله تلا ده بعملی کی و اکنون قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا که اخیراً از طرف مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است به توشیح رئیس جمهور اسلامی افغانستان می رسد. قانون دیگرم بریم بادر زگب می زیم و اکنون قرارداد میان جمهوری اسلامی افغانستان و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو راجع به نحوه حضور نیروهای ناتو در افغانستان به توشیح می رسد. دلوی او بخون که چکتن په نامه یو در سورز پسلنن اموک ستر تاریخ که یو بل فصل شروع کیگی بین المللی قواوی چه پس ده سپتمبر ده نهم ده یولسم نیټې له تراجیژی نه افغانستان ته راغلل په دې نیټې کې خپل جنګي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسی. په تیرو درې کالو کې د افغانستان دولت د ارادې په اساس او د بین المللی موافقی پا اساس افغانی زواکونا در افغانستان در ساتن او پالن وظایف پا غال نیولیم. پا اول در جنوری در نوی کال که موک یو بل فصل تسو در این فصل امکارای بین‌المللی ما ممد ما واقع میشن. اینها در تعلیم و تربیه در تجهیزات در تمویل و در تقویه قوای ما ممد مواقع میشه. بنابراین دو نکته بنیادی قابل ذکر است. یک، دنیا و ما منافع مشترک داریم که اگر افغانستان با ثبات مرفع و دارای صلح و ثبات بوجود بیم. بنابراین دنیا افغانستان ترک نمیکنه،
در پهلوی ما استاده است و ممد حکومت وحدت ملی افغانستان است و باورمند است که حکومت تعهدات را که با مردم افغانستان کرده عملی میکنه و روز به روز اعتبار حکومت ما انشالله تعالی پیش دنیا و پیش مردم ما زیادتر میشه. نکته دومی است که امروز به فضل خداوند متعال قوای افغانی به ظرفیت رسیدن که از خاک ما میتونن مثل همیشه مثل هزارها سال دفاع کنن. ما در تاریخ خود هیچ وقت شاهد حالت نبودیم که ضرورت به تقوی بین المللی داشته باشیم، اما 13 سال گذشته حالات بسیار خاص بود از خاطر که صدماتی که ملت و دولت و جامعه ما دیده بود از حد زیادتر بود. بانک جهانی مقدار صدمات را که از نگاه اقتصادی تنها ملت افغانستان تحمل کرد بین سال 1978 و 2001 یعنی کودتای ثور و شروع پروسه بن 240 میلیارد دلار تقسیم تخمین کرد. 240 میلیارد دلار تنها به زبان آمده میتونه. اما سرمایه گذاری که سر قوای امنیتی ما شده و مخصوصا حس فداکاری و وطن پرستی قوای امنیتی ما قابل تقدیر است. ما باید بدانیم که هر فرد اردوی ملی ما، پلیس ملی ما و امنیت ملی ما رضاکار است. هیچ کس اینا را مجبور نکرده که برن این یونیفرم مقدسه بپوشن. هر کدام از اینا به اساس فیصله خود ای تصمیم گرفتن. اینا اولاد صادق از خاک هستن و از منافع اولیای از وطن صادقانه و وطن پرستانه دفاع میکن. در عین حال حکومت وحدت ملی همیشه تاکید کرده و بازم تاکید میکنه صلح یکی از ضرورات حیاتی جامعه ماست. ما همیشه مشارکت تمام مردم افغانستان در ایجاد یک افغانستان باثبات و مرفه خواستار هستیم و امید است که هر فرزند صدیق از این خاک به این نتیجه برسه که صلح هدف بنیادی تمام مردم ماست و اعمال مثل حمله بر یاخیل یا به کابل یا به کجه یا اینا که میشه نمایندگی از خواستای مردم نمیکنه. یک اقلیت بسیار کوچک میخواین تمام ملت گروگان بگیرن و ما ای اجازه را داده نمیتونیم. بازم صلح به تمام معنا، اما کسایی که میخواین افغانستان عزیزه به یک میدان جنگ بین‌المللی بدل کنن و زیر تاثیر نظریات واهیستن، اینا باید بدانن که مردم افغانستان ایر قبول نمیکنن. با امضای از این پیمان این موافقتنامه، چون پیام قبلا مورد تصویب مجلس قرار گرفته بود، اینا وسایل عملی موافقتنامه استراتژیک بود. شورای ملی افغانستان یک گام بزرگ به پیش برداشته. من میخوام که از هر دو مجلس، هم شورای ملی و هم مجلس مشران جرگه افغانستان، ابراز امتنان کنم. اینها با دقت و غور تمام ای دو موافقت نامه را مورد بررسی قرار دادن او دو دوی نتیجه حقا و چه مشورتی لوی جرگه و دا موافقه دولس لخوا چیلن پا ارباند دیر چیلن نسیبی اربان دیر دقت سویو او دیر اربان غور سویو او د انتخابات په دوران کې په یاد می ام ډاکټر سب عبدالله او ما بل هیڅ نو تعلل نه ویلو چې دا موافقتنامه د افغانستان په ګټه دی او زکه
موک دا قدم واخیسته چه اول موک دا قدم واخیسته چه ما فقط نام مومنله اما نن دا افغانستان مقنن نقوا دا نتیجه تا ورسوله موک دزره لکومه لدوی نمانه نکو او پده اساس بانده بل سبا چه موک ناتو سر مجلس لرو پدیر اطمینان بانده پراتون که بغگیگو ده شک او تردید فضا ده افغانستان او نلی سر پا آمد توگه او امریکا او ناتو سر بخواست توگه لمنزد لی افغانستان ملی زواکونه با پا اطمینان سر پا مخزی زکه دراتون که لسکال و تمویل تجهیز او مرسته به انشالله تعالی په دوام داره تو گرازی اما دی که باید هیچ شک نیی چی دی ملی حکومت هدف داده چی موک اوکرایسو چی په دی پینزه کلو که هاگه رقم اقتصادی تحرک راولو چی موک اوکرایسو خپل امکانات پرادنون که انشالله تعالی ترلاسه کو اما اوسنی شرایط که در تمالومه ده چی ایموک امنیتی مصارف حتی اقل دوانیم چنده ایموک دی ملی اوائی دودی او دا ضرور ده چی دنیا مرسته را سره ای او دی دنیا مرسته را سره ده او دا با پدیراتون که چلور رزو که پا اساسی توگه دی افغانستان دولس سر شریک سی زمانه نکوم چی نن دا چلور ترون چلور قوانین نتیجه تو رسیدل او عملی بسی او اس با لدکتر سب عبدالله نوختن وکم چه دویم خپل نظریات مکسر شریکی او پس لغنه بیا چه نور خبرون در سر شریکو جم دکتر سب بسم الله الرحمن الرحیم جناب رئیس جمهور محمد اشرف غنی معاون صاحب محترم ریاست جمهوری معاون صاحب محترم ریاست اجرائیه حاضرین محترم یک بار دیگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوشحال هستیم که شاهد توشیح دو قانون بعد از تصویب توسط شورای ملی و دو موافقتنامه بعد از تصویب توسط شورای ملی توسط رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان هستیم هر دو قانون و دو موافقتنامه اگر از زوایای مختلف به او نگاه کنیم هر کدامش اهمیت حیاتی داشته در حفظ سلامت افغانستان و در تأمین و تضمین آینده بهتر بر مردم افغانستان قانون دسترسی به اطلاعات قانونی که نماینده های رسانه ها و جامعه مدنی و مردم افغانستان و شهروندان افغانستان یک مدت زیادی بود که انتظار تصویب و توشیش می بردن و برای سلامت اداره برای حکومتداری خوب برای تأمین شفافیت در امور برای حسابدهی برای مبارزه با فساد برای تأمین عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون یک شرط اساسی است و کشورهایی که این مشکلات ما را پشت سر گذاشتن و تجربه بشری نشان داده که یک ضرورت و یک حق اساسی برای افراد بشر است یک قدم بسیار خوب است که امروز خوشخبریش به مردم افغانستان میرسه اما نتیجه عملی شدن این قانون و حمایت حکومت وحدت ملی از این قانون برای تطبیقش انشاءالله سبب بهبود در زندگی مردم افغانستان میشه قانون ثبت احوال نفوس نبودش یک خلای بسیار بزرگ بود بازم در حکومت داری در پروسه دموکراسی و در تأمین حقوق ابتدایی و حقوق اساسی مردم افغانستان که الحمدلله امروز شاهد توشیش توسط رئیس جمهور افغانستان هستیم و دو موافقتنامه‌ای که او هم به تصویب شورای ملی رسید و جا داره که از شورای ملی ما از اردو مجلس از هیئت اداری و اعضای اردو مجلس تشکر کنیم به خاطر تعهدشان و به منافع ملی کشور و درک مصلحت افغانستان و ضرورت افغانستان و به سرعت به تصویب رساندن این موافقتنامه ها و همچنان به خاطر نقشی که به صورت کل در تأمین ثبات و حاکمیت قانون و نظارت از اعمال حکومت در طول مدت داشتن
ایدو موافقت نامه هم برای اطمینان بیشتر مردم ما از ادامه حمایت های بین المللی، برای اطمینان مردم ما از قانونمند شدن حضور نیروهای بین المللی و تقویه نهادهای امنیتی ملی ما قدم های بسیار بزرگ و اساسی است. و حال که ما در آستانه کنفرانس ناتو در بروسل قرار داریم و سفری داریم، جناب رئیس جمهور و ما هم در معیتشان و معیت افغانستان، با اطمینان از درک مردم افغانستان و حمایت مردم افغانستان از تصویب این موافقتنامه و بالاخره توشیش میریم و قدم هایی را برای آینده و پیشنهاداتی را برای آینده و برای ادامه همکاری ها مطرح می کنیم که دولت افغانستان در یک موقعیت خوب و بهتر قرار می ده. همچنان که بعدتر ما به کنفرانس لندن میریم، یک وقتی بیاد دارم که جناب رئیس جمهور شما وایس کاندید یا ما وایس کاندید می رفتیم و صحبت می کردیم و بعضی ها به دیده شک می نگرستن که آیا در این تعهداتی که ما به خاطر حقوق شهروندی داریم یا در ارتباط به مسائل ملی و بین المللی داریم یا رابطه بین المللی افغانستان داریم، آیا امی وعده های زمان انتخابات است یا بعدتر هم به دنبالش عمل است. امروز یک ثبوت عملی همیست که در تعهد خود ما و شما و تیمهای ما و همکارای ما صادق بودیم و این راه پرخم و پیچی را که در پیش رو داریم و مشکلات انشالله با هم با تحکیم روحی وحدت ملی انشالله به یک فرصتهای خوب بر مردم افغانستان تبدیل میکنیم. بازم تشکر از شما و نقش رهبریتان در تصویب و در توشیح موافقتنامه ها و قوانین مربوط. تشکر جناب رئیس جمهور. یک موضوع دیگرم به اطلاع بسم الله الرحمن الرحیم. ما جناب دکتر سپه عبدالله و ما با یک هیئت فردا به طرف بروسل، بعد از لندن و برلین میریم. قبل از او فردا در آذربایجان یک توقف داریم تا ضروریات اساسی افغانستان از نگاه مناسبات بین المللی تحکیم کنیم. چون پرسش های و سوال های دستان آمه در قسمت تشکیل کابینه وجود داشته، چند نکته را امرای هم بزرگا و خواهرها و برادرها شریک می سازیم. اول همه باید بدانن که حکومت وحدت ملی یک تعهد اساسی قشر سیاسی افغانستان مخصوصا بزرگایی که دور میز هستند و جناب رئیس بجایوی مانت سیبا و مس ای وحده حکومت وحدت ملی خواسته مردم افغانستان است او دی باند یقینو لره چه دا با پای داری انشالله تل او طول دی پدکت شک نلری. موک دیرخه بحثونه درلودل او زینه اساسی تکوتا به نتیجه که رسیدیم. اول حکومت کابینه آینده از افراد که قبلا در کابینه تشریف نداشتن و دارای کفایت های همه جانبه مدیریت و رهبری باشن انشالله تعالی تشکیل خواهد شد. دو، چون موضوع سرپرستی از طرف شورای ملی افغانستان مطرح شده بود که مدت دو ماه و امروز اگه یاد داشته باشین روز حلف بود و دو ماه کامل از حکومت وحدت ملی به این نتیجه رسیده که اکثریت وزرای محترم بعد از این سرپرست نخواد باشن، موین سیبا سرپرست خواد بودن، جز چند تا از وزیر سیبا که در کنفرانس لندن مسئولیت دارن تا ختم کنفرانس سرپرست خواد باشن.
تعود ما هم از جناب دکتر سب هم از ما در دوران انتخاباتی بود که حکومت آینده همیشه متحد با حکومت قانون خود باشه و این جزء تعود ماست. سه، کابینه به تدریج در ظرف 2 تا 4 هفته آینده به پارلمان افغانستان تقدیم خواهد شد و اختلاف نیست، افراد بررسی کار دارن، تنها از این جهت است که ما میخواییم به دقت تمام پیش بریم. و 4، در پست های سکتوری که ضرورت به تخصص و مدیریت داره تعود ماییست که افراد که این شرایط عملی کرده بتانن معلوم دار با در نظر داشت شرایطی که در قانون اساسی به صورت مشخص ذکر است انتخاب و معرفی خود شدن. و از همه مهمتر تعهدی که هر 2 تیم ما داشتن و امروز تیم حکومت وحدت ملی داره به شفافیت و حسابدهی است. بنابری ما با شفافیت کامل نه تنها دارایی خود را ثبت خواد کردیم و در اختیار ملت قرار خواد داشتیم، بلکه تعهد همه جانبه خواد داشتیم چه در افغانستان در ولس گوختنی تر سرکو او انشالله تعالی پا امانت او کفایت خپل وظایف او دنده انجام کن. دی باندی باید پوسو چی وظیفه وی تداخل پا دولت که زخت دیرده حقا شای چی طول مو ارباندی کار کهو داده چی داره پا واقعی توگه سالم هستی محصر هستی کار کهون کسی تر تو دی خلکو وختنی تر سر رکی او ایده دی پاره ده چه دا پا تدریجم زکه اقدام کرده چه اول باید پوسی وی چه هم ظرفیتونه چه دی او هم مشکلات چه دی. خوشبختی ده ایز که هر روز نه تنها ما مشکلات درک میکنیم بلکه ظرفیت ها رو پیدا میکنیم و هدف ما ایز، هدف حکومت وحدت ملی ایز که از ظرفیت های موجود استفاده اعظمی را کنیم، تجارب را که وجود داره از پیشش درس بگیریم که چیزایی که فایده نداشته تکرار نشه، اما بالعکس کارهایی که شده تقدیر شوه، افرادی که با وطن پرستی و با تعهد کار کردن موقع بیشتر برشون داده شه و زمینه و نسل جوان ما از یک طرف، علمای کرام ما، افراد سیاسی ما و اینا همه بتانند در چارچوب حکومت وحدت ملی جایگاه خود پیدا کنند. ما بازم از همه تشکر میکنم. جناب دکتر صب کلمات زیادتر خود داشتن. بسم الله الرحمن الرحیم. من با تعهد به مو 4 اصلی که شما یادآوری کردین در مورد تشکیل کابینه که ما شما روزی بحث کردیم و با مراعات امی اصول انشالله در هفته های آینده که مو 2 تا 4 هفته وقتش از کابینه افغانستان که یک کابینه کارا، یک کابینه بر اساس اصل شایستگی و با در نظر داشته تمثیل وحدت ملی افغانستان باشه، این کابینه معرفی میشه و هرچی تبصرهایی در مورد اختلاف و مشکلات میشه او تبصرها را میشنویم و اما در این زمان تعهد خود برای کامیابی حکومت وحدت ملی که خواست مردم افغانستان است و ضرورت افغانستان است و ضرورت بقای افغانستان و ضرورت سلامت افغانستان و ضرورت آینده بهتر بر مردم افغانستان است که مردم افغانستان هم این توقع را از ما دارند و جامعه بین المللی هم که همکاری های زیادی در این راستا با ما کردن انتظار دارند. در این راستا انشالله با هم کار میکنیم و خبرهای خوشی در هفته های آینده بر مردم افغانستان خود داشتیم و این قدمی هم که امروز به خاطر ختم سرپرستی برداشته شد از وزرای محترم سرپرست با تقدیر از خدمات اونایی که خدمت کردن به افغانستان یک قدمی در راستای حاکمیت قانون بوده
و انشالله این نمونه از عملکرد حکومت وحدت ملی در سالهایی که این صلاحیت از طرف مردم به حکومت داده شده خواهد بود. تشکر از شما.